سلام 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 دوستکای نازنین، خوب هستین؟ بله. جانتان جور است؟ بله. شکر که خوب هستین. یک سلام جداگانه خدمت تمام از دوستکای که امیال ما را از پرده تلویزیونای خود تماسا میکنن یا میبینن. خدا را هزار بار شکر که باز روز جمعه شده و ما و کاک رنگین جان همراه دوستای مامده میجه در برنامه خودسان، یعنی برنامه پروانه ها. دریا جان میشنوی؟ قسمی که میبینیم کاکا رنگین جان نیست، تا کمیه ای بخشین که دوستکایم بگیرین یکان چیز پاکاری کنین، چوکی ها را جور کنین، اون چیزا را جور کنین، قلم ها و کتابچا را بخشین دیگه. هلا در قصه کاکا رنگین نباشین. آفرین آفرین نمتر شما باشش که کل گده ودی ها را جور کنین. دریا آفرین دیگه دوستکای تم سای که اوجا باسد جان خسته محمد شا خسته کنشان کار خود شروع کردن. نه اونا کار نداره. بخشنشان محمد شا بخشن. نه اوجا را جمع کنن، چی میکنن؟ روزگومی میکنن، یک تن از کار نیستن. آفرین آفرین آفرین. ای نمتر تو که سر تو نرم نکنم. آمر نکنم. باش خیلی که من که دوستک هایم اول یک سلام علیک داشته باشم، باز من که خودت گپ میزنم. درست بینین دای عزیز خوب برنامه پروانه ها، خوش آمدین. خدا کنه که روز و جمعه را به خوبی و خوشی سپری کنین و از برنامه که ما براتان تهیه میکنیم لذت ببرین. اطفال نازنین شما خوب هستین؟ بله. خو اینال به من اختک باید بگویه که چرا این کار را میکرد و این کار را در کجا یاد گرفته و به خاطر چی سری اطفالی رقم سر صدا را انداخته بودی؟ کاکا رنگین جان جایش چی میکنی؟ من طرف استودیو میامدم، یک کاکای دکاندار به بچه خود میگفت که طرف مسکو تو را میگم. خوب گوش که برای چی میگم. کتیما خوب چیسم با چیسم شو که برای چی میگم. سرت سور بته برقور میری سیدان آنان خوشک میگیری و برقور پس میگی. همی کارش مرا زیاد خسم آمد. گفتم بیا که کدی دوستایم تمرین نیست کنم. حتی گفت که نه در اینجا توف میکنم تا که توف من خوشک نشده خدا برسونی. خو نخوتک جان اطفال نازنین، آل ما فهمیدم که تو چرا این رقم فهمیدی بیادر. اگر نه تو خود یک بچه نبودی که رقم سر دوستای تمر کنی. اطفال نازنین نختک جان میفهمین که به این کار چی میگن؟ نه نمیفهمینه؟ نه نه نه. به این کار دستور عمل میگن، ولی متاسفانه که نختک جان از دستور عمل چی کرد؟ منفی استفاده کرد. آفری کاکا رنگین جان دستور عمل چی هست دیگه؟ وقت خو ما ایره نمیفهمم، باز منفی و مثبت چی بفهمم دیگه؟ یک ذره واضح بگو که ما کل ما بفهمیم. دوستای ما دوستای نازنین شما فهمیدین کاکا رنگین جان چی گفت؟ نه خیلی نه خوتک جان تو ایت تشویش نکن گل بچه ها. من یک کار میکنم بیخی همیجی عملی کار میکنم که دوستای سیست که شما ببینین و یاد بگیرین. خو من ببینم. خو دریا جان بیا قند کاکایش. آفرین. خو اینجا که استاچو دریا جان بیبی خوب گوش کن که من چی میگم برات. سیست خوب فکرت بگی، باز فراموشت نشد تو از این دستور پیروی کنی. سیست وقتی که طرف مکتب میری دریا جان گل کاکایش بایککت که دیم پشتت است، وقتی که میخوای از سرک تیر شوی خوب چهار طرف تا سایکو، اول ایسون سرک باز ایسون سرک باز وسط سرک سایکو، دیدی که کدام موتر نیست که خدای ناخواسته موتر نزنید، این همی رقم از سرک باز تیر شو به اصاب آرام برو طرف مکتبت. گپ فهمیدی دریا جان؟ آفرین. آل بر من میگه بچگه که کمی گپ کاکا خوشش آمده بود که یاد گرفت چی داره یا نه؟ ولی کاکا رنگین جان کم کم فهمیدم خود زیاد نه. دریا جان خیلی تو که حال فهمیدی با یک دوسته که دیگه ما بگو که چه قسم گفتی کاکا رنگین جان از دستور عمل پیروی میکنه بگو. تو خب بیاین اینجا اینجا که بیاین که دوستایتان ببینه تانه اینجا که استاچه این. آفرین. بگو دریا جان چی یاد گرفتی که نه خوتک جان خوب متوجه باش که این دفعه یاد بگیری. تو متوجه هستی؟ مریم جان برو کتاب ریاضی مسخانه بگیری پس بیا اما اوش کنی فکرت باشه که درو بازیگوشی نکنی که در سر دیر نشه.
خب حالا فهمیدم که کار رنگین جان میگی یا نه وقتی که برات یک چیز گفته میشه فقط فرق تا به مو کار باشه که دیگه کارا رو نکنی نه ای خود بسیار آسان است خب بیا که از دوستای خود پرسان کنیم که اینا لیا چه قسم کارا رو انجام میتن میتن بیخی صحیح دریا جان تو در جای اکت بشی قند کاکایش خب مریم جان خمیجه تیار استاد است مریم بر من میگه که خودت چه رقم از دستور عمل پیروی میکنی مادر جان یک وظیفه که برات میته میری در آب بازیگوشی خو نمیکنی چی میکنی بر ما بگو که دوستکای تام بفهمه مثلا مادر روی تا در بتیسون دوستکای مادر... مگم خوب بلند بگو مثل دریا جان وری کلگی بفهمه مثلا مادر میگه که برو بم برو گشت نیست بیار من میرم به دیگه چیز چی نمیگم تو پسک با پرگی چیز سای یک به جای استاد نمیشم تو نمیگم زود کلا میرم من چیز که مادرم گفته میرم پس میام آفرین آفرین به شکت است خب دیگه کی میگه برو تو دجا کت بش خند کن کوش بیا خدا کت خند کن محمد چارم با صدا کنی خو محمد چا بیا آفرین آفرین محمد چا جان خودت بگو ما که وقت مادرم برم مرا میگه که زود یک دانه نان برم بیار مثل برقاری پس بیار باز ما اونو مکاره میکنم آفرین مثل برقاری میری و برقاری میری بیا خودت آفرین بیا اینو جگه که در پولی کاک و رنگین تستاچو بیا اینو جگه که استاچو نیزدی که ما بیا آفرین اینه می جگه وقت که مادر از مکتب که میای مادر میگه بازیگوشی نکنین راست در طرف خانه میاییم آفرین شاباس اما تو زود تکرده که طرف خانه میاییم باسه جان گفت که ما از خانه از مکتب که میاییم مادر جان میگه که بازیگوشی نکو خب تو خب که باسه بابا جان مرا مر چیز که میگه برو که سرکرده از اون داستکاله رو بیاد باز من میگم با چشم این میرم میارم خیمام از امو چی بود؟ عمل دستوری چی بود؟ دستور عمل پیروی میکنی نخوتک جان آفرین خب نخوتک جان این حال خود دوستکای ما اطفال نازنین نظریات خدا خدا دادن نه؟ بله چی خوب گپکای را گفتن بیسکیت ما باید... برسن به تو جایزه بله بیسکیت برسن جایزه برکت جوش میارم براشو نخوتک جان چرا نه خب مگم یک گپ باید بیاد داشته باشیم نخوتک جان نه؟ خصوصا مادرای عزیز فامیلای گرامی وقتی که طفلتان شما برش یک دستور میتین کنه مو کار کنه برش وقت کم تعیین نکنین که هر رقم شده باید اون مو دستور ای طفل عملی کنه بله. و خاطر چی نخوتک جان که باز طفل اون مو رقم آموخته میشه وقتی کلان هم شد منتظر دستوری که دیگه می باشه که باش بر ما و چی کار می کنم مو کار کنم اما تو نیست بی جان میره گفت یار گوز بر ما گفت که باز هر چی که طرف بگی اون مو تو اون مو کار میکنه گفت بله نخوتک جان و دیگه ای که نخوتک جان بابا کلان جانت خوب بسیار گپ اصلا برای خودت گفتنه بله و بابا کلان جانت خیر ببینه که متوجه خودت است و خودت هم یک بچه که بسیار هوشیار هستی همیشه متوجه می باشی و یک کار که برات گفته میشه بسیار زود یاد میگیری ایناله جا. اگه پیش بابا کلان جانت میری سلام های مرا برش میرسونی از طرف من یک تشکری هم که من دیگه برای تفلکات جایزه میتم جوس و بیسکیت و دمو جیریان برشان یک قصاگه که بسیار خوبش آورده مورم برشان میگم سیست یک اپ دگاه میادم آمد پیشیدی که برم کاکا رنگین جان بابا کلان جانم میگه که پیروی از دستور عمل یکی از مهارت های خاص روز مرست او روز در اخباری را میخوان خب که ما باید تو را گوش کنیم از او پیروی کنیم مثلا در خانه در مکتب و حتی برکات دست چشم و دگاه از جای بدن خود از اونو پدر جان و مادر جان خود بفهمانیم بله. ما گپ تا گوش گرفتیم این گپ درست فهمیدیم این گپ تا خدا را شکر کرموش خوب صحیح خودتان برم فهمان دیست دیگه بیخی صحیح نخوتک جان تشکری من بخاطر از می گفتم از بابا جانت که اینت یکا موضوعات که در اخبار میخوانه که خودت شریک میسازه و تا می اینجا برای دوستکای میگی برو بخیر بودی من اول برتون جوس بیسکیت میارم تفلکای نازنین بعد از دیگه شما هم جوس بیسکیت تانه بخوری و هم قصه کاکا رنگین تانه همونت به دقت گوش کنین صحیح است؟ نه شد با یک صدا کل لگی باید بگوی بله درست است؟ بله خب طفلکای نازنین ما برتون قصه را میگم به دقت گوش کنین صحیح و جوس بیسکیتتان هم بخوره بود نبود در یک منطقه که سرسبز و زیبا بسیار حیوانات بود در خانه نگهداری میشد از جمله که یک خانه مرغ نگاه کرده بود
مرغک های از یا بسیار اما تا خوب مرغا بود یک دانه خراز بسیار مغرور بود ایجا همی هر در قرار میرفته اینم تو بالای خودم میزده اینم میرقم اینم میرقم و میگفت از مکه هیچ کس زور نیست خیلی غرور داشت یک خراز دیگه بالا پیدا شد در مقابل از جنگید کی دیگه زیاد غرور میکنه خی خراز دیگر هم شکست داد و خراز دیگر رفت دیگه کل مرغا جمع شد در دور بر از این مرغ خراز کلگی تشویقش کردن که تو والا بسیار زور داری ای از بس که غرور زیاد داشت اما تا پرید در سر یک سنگ شیشت در کجا شیشت؟ سر سنگ شیشت و از اون نموجه برای دیگه مرغا چی کرد؟ دستور داد گفت با دیگه کلتان از گپای ما پیروی میکنه از ما که هیچ کس زور نیست من تو بالای خود یکی دیگه میزد میگفت دیگه از ما که خودتان با چشم سر دیدین هر کس از دستور ما پیروی نکنه در فرق سرش که تنول خود میزنم و اوگارش میکنم از این منطقه میدوانمش دمی اصنای گپ زدن بود دمی سر سنگ خود نمایی داشت که یک دانه باشگک از مواوا شاین یا اون باشگک که دیدش بسیار به سرعت همه تامد از امی پس شانه مرغ خراز گرفت دمی هوا بردشه که غذای خود جورش کنه و بخوریشه نال دیگه قصه را خوش شنیده نه به این قصه چی یاد گرفته این چی پیام داشت قصه دریا جان بگو آفرین قند کاکایش ها دریا ما از یاد گرفتیم که باید مغروری نکنیم اگر بس نزن آفرین اگر ما کلانم باشی مثلا ما آش دستم دیگه کل اگه افت شش است داده اینجا اما من مغروری نمی کنم کلان خدا نمی گیرم چون که اگر کلانم باشم او تو نیست که ما دیگه رقم باشم ما اگر قویم باشم از کل اگه کنم ما باید خدا مغرور نگیرم ما... آفرین دریا جان شاباز در جای اکی بیشی گل دخترها خب دوستکای نازنین شما بیسکیت جوستانه بخورین بیننده عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم به خاطر که باز در بخش دوم دیگه کاکا آشپز است فراموش نکنین که کاکا آشپز دیدین یک کت نختک جان بسیار جر وسا داره وقفه کوتاه دوباره زود برمیگردیم دوستکای نازنین دوباره خوش آمدین تشکر از کاکا رنگین جان که چه خوب یک قصه مقبول بر ما گفت و دوستکای ما نظریات خود دادن شما میفهمین که کاکا رنگین که کاکاش پس کجاست؟ نه خیلی او الله خیلی که خبر ندارین مجبور کل ما با یک صدا صداش کنیم کاکاش پس کاکاش پس الله بخیر بیا دیگه که کاکا رنگین جان الله کته بیا الله سامد واه 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 دست چیز کاکا سلام علیکم چطور هستی دختر خوب بله شما خوب هستی بچه ها بله تانجور هست بله خبر دارین امروز از طرف نخوته کلتان مهمان هستی فامیلی بله نگفتی با چی دلیله هیچ کس تشریح نکرد یک دانه گوسپندک داشتن او را حلال کردن باز مرا بابا جانش خواست که بیا یک ذره کزمی گوشت گوسپندک ما یک ذره چبلی کباب پختک و بر دوستکای نختک ببری ای سلامت باشی کاکاش پس جان تو پیش سلام. بیا چطور هستی؟ جور بخیر ستمن خیر گفته چی پخته کردیم پایین کتوره؟ چبلی کباب ایسی کتو مسای؟ چبلی کباب کوک بندای چلپی؟ بند چبلی نیست او بچه تو هر چیز غیر خیال چبلی خود میکنی آله صبر دریا جان بیایجه دریا بیایجه دریا بیایجه بیایجه پیش بیا بیا دریا بیا که اینجا نال بیایجه تو که اینجا ما موکا موکا با میکنیم پیش بیا پیش ما بیا دریا جان کاکاش پس گفت که ما کباب چلپی پخته کردیم چلپی بند میداشته باشه یا نه اه خب بفهمن شد دریا جان نداره چلپی در بینش بند نداره؟ نه خیلی چی رقم کباب است؟ خو کباب هست دیگه نامشون هم تره خو نام سعیز خیلی از اول چرا برای من نگفت که نامش هم تره است؟ این حالا فامیدی نخود آجان سعیز خیر ببینه دریا جان دریا جان فامان دیگه یارو نخودک تو خو مر از خنده کشتی وقتی کتاش کاکاش پس رفتیم از خونه تا نان خوشک و چبلی کباب گرفته آمدیم هیچ به من موقعی ندادین که من
از دوستکای خود پرسان کنیم که نخوتک جان چی گفت چی نگفت. مکرفتون خوب غیبت های مکات از من نخوتک غیبت نکدیم کاکا رنگین جان. خدا کنه گفتی بی بی جانم که خانه را خانگک نساخته باشه، نان خوشکار کلش از چی آوردین؟ چطور قار تا میای باز کیانه این از خانه حالا بیا او روان که سخ میشی چیست؟ حالا صبر کن گفتم من میرم ببرم چرا همه ترکایی گرم گرم بتم شما اول جه سر میزبان که دوستایم سلام علیک سو برشان معلومات بده که که چل بی کباب دگه چی چیزار انداختی باش ببر سعیز دگه تو اول جل ما را پوستک ما را از او میکشی باد از او باز ما را بس میبس که خیره خیانه باش که بیادر نظر به رنگش موگه بزنیم نه رنگش بخیره کاکاش بس اینال برام بگو که دهی چبلی کباب از چی استفاده کردی؟ دوستکای نازنین اطفالشین خوب متوجه باشین که باز دیگر رو من پرسانتان میکنم سعیز مسابقه میتیم خود ما پخته میکنیم بخیر بگو خب دوستکای نازنین دهی چبلی کباب از انواع ترکاری باب استفاده کردیم که از قبیل مثلا نوش پیاز است، رومیس، پیاز است، دیگه گشنیز است، دیگه کچالوس، شلغم نمیشه نه خود تک جان تو هم چیز از دل خود میگی دیگه گوشت است، باز بالخصوص مساله خود چبلی کباب است که او با مسالهش خاص است اون بس خودش که مو بوی چبلی کباب میته دیگه بعد از اون باز که موادش تیار شد با دیگه در روغن بیارن که میریم و خلاص پخته شده منم که پخته میشه آ دیگه چه خوب خوش می ته بیار یک کمک نزدیک بسوریم کاکاش پس جان خیره الله واه 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 چی یک بوی نازنین داره به خدا جان گوشتش فرامان دیدم ایسه خو خب اینال خو خودت چبلی کباب پا ما آوردیم امراید کمک کردم کاکاش پس پیش دیگه برای دوستای ما بتیم بخورن ایجا ما در برنامه چهار نفر مهمان دارم میخوایم نامایشان رو پرسان کنم و یا ببینیم که به برنامه چی دارن چی توفه دارن شعر میخوانن قرائت میکنن کدام گفتنی دارن داره کدام گفتنی چیزه خو نامک تو چیز قند کاکایش سبحان جان بلی کاکایی نامک خودت تیجتا فریحه جان آفری نامک خودت بیشترم گفتی بازم بگو به دوستای شهزاد جان نام خودت چیز قندولت رزوان خو شهزاد جان چیز توفه داری به برنامه خودت بله چی بخینجی یک استاچو نخوتک جان خوب به دقت گوش کن که شهزاد چی توفه آورده درست کن روی توس دور بته آفرین تلاوت کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ماشاءالله نام خدا آفرین در جایی که بشی کاکا رنگین جان ما برم تاختن پیش ببین که حق گوشت مرا برات نداده باشه برو مقصد حق گوشت مرا نگاه کنی و بچه یادت نره فجار ده برو بخیر بری خب کاکاش پس جان من خب بازم کمکت میشم دیگه بسم الله که دوستکای ما منتظر هستم اینه
بیشک تست که کاش پس من این که تمی چیز پخته کردنت ولی بسیار مزه دارد. خوب سنمی ترکاری با وقت دیگه استفاده کردی مزه از بسیار زیاد ساخته ولی دیگه کافرنگین اینطور است که ترکاری در هر وقت هم اینطور مزه دار می غذای مزه دار از ایشک اگر پخته کنیم خب ما یک ذره قدر ترکاری رو کم می خوامیم نوشک جان تون تفلک این خود گل بچه ها مش پیشت یک سوال کن جواب داده میتونی؟ بله در جای تستاد چو؟ در خانه وقتی که مادر جانت کار میکنه ده کاسه میکنه امراش چی کمک ها میکنی؟ کمک میکنم که بشقابا را تر کنم آفرین سلات را تر میکنم با باز دسترخانه آوار میکنم باز پتنوس میبرم دسترخانه میبرم به کنار مامان آفرین شاباز خب خودت چی؟ کمک چیزی میکنی در خانه؟ بله تو را خود نگفتی که باز مادرتو نمیبینی ته راستی میگم خب؟ می دروغ نمیگن تفلکا خب خودت در خانه چیزی کمک میکنی در وقت کاشپزی میشه؟ بله چی کمک ها میکنی؟ بگو که دوستکایتان بفهمه وقتی که مادرم دیگه پخته میکنه یا نان پخته میکنه من میرم دسترخانه آوار میکنم بعد نیستم میبرم از آشپزخانه پس خانه پس دسترخانه جمع میکنم آفرین چقدر خوب کار میکنی خدا که تام بیشی در جای کت هوا تو کمک میکنی تو باید کل کار خانه رو بکنی نه؟ چی کارا میکنی؟ اگر مادرم وقت مادرم نباشه اتاق اینکدر نباشه من جرور میگم اتاق آفرین مریم جان تام کمک میکشی؟ چی کارا رو میکنی؟ مادرم این کار که میکنی مادرم تو با خانه گرد بیشی من خودم جمع میکنم بله نخوتک جان بیا نخوتک جان خو نخوتک جان دیدی که دوستکای چقدر خوب گپکا گفتن مگم یک گپ بسیار اساس و مهم نگفتن تال نامدیام نه من باباش که بیایم من کمک کردیم که یک دفعه بیایم باباش بیا. باش آمدی سلام یک دفعه جور بخیر از امروی موسو گوشه شدی ما هم کتب بی جانم کمک کردم خب کردی؟ چی کار کردی؟ از اونو بی جانم از چلپی کبابا که برش کاکاش پس بنده بود مغزکای نرم نرمش خورده بود و بغلاش که یک ذره قاخ بود دندانش نمیچسبید دونو را گرفت که خوردم از کمک کدم خود چرا نمیگی که تفاله دانه بی بی جانم ما خورده؟ بی بی جانم بر من تراشک بکشید گفتیم نه کاکاش پس خوار میشه نخوتک جان میفهمی اطفال نازنین خب بسیار کار خوب میکنن که مادرای خود کمک میشن اونا دیدی که یکیش گفت من مشقابا را میارم یکی گفت دسترخوان را جمع میکنم هر کدامش به نحو خود کمک میشن بله. مگر یگانه گپ اساسی که باید کرد از مادرجان خود یاد داشته باشن ایت نگفتن میفهمی چی است چی است اینه که مادرجانشان غذای بسیار مزه‌دار پخته میکنه میاره در دسترخوان میمونه توزیع میکنه یا میخورن به مزهش یک دست بوسی از مادرجان خود داشته باشن دست شب ببوسن و تشکری کنن هر روزی کار کنن هر روزی کار کنن کاکارنگین جان بله خوب به نظرم زیاد کار سخت نیست که هر روزی مادر جان یا پورا نه نخوتک جان کجا هیدی کار سخت است خوب نان آورد دستر زرخان مزدار بود دست شمیگیدی ماچ میکنی تشکر مادر جان خیر بینی زحمت کشیدی مادر میفهمی که مقامش قدر بالاست نخوتک جان بله خود خداوند گفته جنت زیر پای مادر بله است بله کاکا رنگین جان ما مذاق کدم هر روز که غذا باشه نه باشه دوستای مادر جان بی بی جان ما ماچ میکنم های از بابا جان ما ماچ میکنم اینه خلاص دیگه دیگه کدام کار سخت است اطفال نازنین نه خیر بله دیگه اینا کت ما کت کاکا رنگین تان وعده کنین که از ایبات تشکری میکنین صحیح است بله آفرین مثل که اینه میجه که غذا را میاره که میخوره میگه مزدار است میگه آ میگم کاکاشپز تشکری داره کل ما به یک صدا صدا میکنیم که تشکر کاکاشپز نه کاکاشپز به موشکل از مادر جان خودم تشکری میکنیم از پدر جان خودم تشکری میکنیم کار میکنه زحمت میکشه ایست نه خوب است که نگفتن چی غیبت دارین چیز بود ما در بین خود رفیقا قصه کردیم خب گفتیم وقت وقف است از خاطر گپ خب وقت وقف است خیر بینندگان عزیز دوستای نازنین تا که اطفال نازنین چبلی کباب خدا میخوره و کاکا آشپز هم جای رفتنی است نیست بر ما بگو جای آشپزی داری نداری مدار و مکمه میرم که یک کسی فوت کرده امورا خدا ببخشه ختمش آشپزیش هم میکنم خب خدا بیامرزش در خط ما رو هم دعا کنی به خیر دیدی یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره زود رو در میگردیم صحیح است
دیره خواگه گلاله و مشمانو بیام خرق لست. خدای دیوه کسی تردغ شیبو پوری خپل خپروانی سخمو دیر خوان داغیستی وی او دیره منه نکم کاکاش پس خچه منگو تاستا دیره او اخکل او مزداره. چی شی پخ کرده و؟ چپلی کباب. چپلی کباب پخ کرده و خب اطفال نازنی نختک جان یک سوال دارم ازتان، کی جواب داده میتونه و آیا شما میفهمین درباره این گپ که من از پیشتان پرسان میکنم کدام گپ است؟ پرسان کو ببینیم اگاستان ببینیم اول پرسان کنم؟ صحیح است. خب طفلک های نازنین کی برم گفته میتونه که تغییر در طبیعت بر ما چی یاد میده؟ ولا تو تغییر در طبیعت که هیچ هیچونه میره میای زمستان میشه بار میشه نمقه تا جای کایتان بشینین شما قندولک آفرین. این ما چی میشنم نختک جان؟ یعنی که اید نمیفهمیده ای باره؟ باز در صنف نو بخیر برم یاد خود داد ملم سه انه؟ خب اید تشویش نکنه طفلک های نازنین، ما به یک سبت یک زرگه گل برگ ساقه چیزها رو چینده آوردیم که میرم میارم و در ای باره امرایتان صحبت میکنم. صحیح نختک جان؟ صحیح. اینه نختک جان، از اموج یک تام متوجه باش. سیس ما این سبتک آوردم. سیس خواه طفلک های نازنین، یک دانگ یک گل بشار اما تو تازه را آوردیم. سیس این گل تازه است و اینی هم گل پشمرده است. اینه میفهمین طبیعت بر ما چی ره یاد میده؟ چی ره؟ نختک زمانی که فصل خزان نامده باشه، تابستان باشه، گلای نمتو تر تازه می باشه. صحیح نی؟ وقتی که کم کم فصل تغییر میکنه و میریم به طرف چی نختک جان؟ به طرف خزان. خزان. باز گلا به اینی شکل خدا آستاستا چملک می سازه و نوککای برگش خدا زرد می سازه، از درخت پایین می افته و بلی. چی میشه نختک جان؟ بیخی از بین میره. بیخی از بین میره آستاستا. میره بر شما به خاطر ازی آوردم که شما بفهمین که طبیعت بر ما چی یاد میده و کی اینال بر ما گفته میتونه که اینی برگ به خاطر چی ای رقم زرد و خشک گشته، ای را ما از یک گل بتکندیم، اینی و اینی از یک خاندان است. خب که کرنگین جان ما میگم بله. خب نختک جان باش ما پیش بیم. اینه سایکو اینی ای برگ گل میبینی زرد گشتگی است و ایش تازه است. بله بله. دلیلش به من گفته میتونی چرا؟ قسمی که پیشتر گفتی حتما این برگ که تازه است حتما پسان دگه بر آمده در درخت اون یک زرگ کرم زیاد است سرش تا نوز قدر تاثیر نکده جوانک است اون دیگه است که البته دمو سروی فصل بهار دگه به خیر سوس کده بود و در درخت برگ شده بود اون حال دگه کوا کم یخ شده حتما خنک خورده افتیده. بله نختک جان این هوا که سرد میشه درخت ها، ساقا، سبزه یا کلش دیگه آستاستا میرن دخو زمستانی. به طور مثال اینجا ما شما چه خوب یک دانه گلفته و پرز داریم نه؟ زمانی که هوا سرد میشه دریا جان، هوا جان، مریم جان خوب به دقت سعی کنی اینی برگکای زرد میبینین در چهار اطراف خود گلفته و پرز این خود آستاستا چملک میکنه. بله چملک میکنه و برگام از قسمت اینی قسمت ها خداستاست و زرد ساخته میره تا بالاخره خشک شد و بتکه و این چی میشه؟ خشک میشه در فصل زمستان. ما شما فکر میکنین که درخت دیگه خشک شده کار نمیه تورا بگیریم بزنیم میدهش کنیم نه؟ بله. مگم پس فصل تابستان که میشه جوانه میزنه، ساقه میکنه، برگ میکنه، شکوفه میکنه، بالاخره به ما میوه میگیره یا گلفته و پرست اگه باشه گلفته و پرست میگیره که از خسته از شما استفاده میکنه میخورین در فصل زمستان چه خوب مزه میده نه؟ بله کاکا رنگین جان بعضی چیزا هست نه بعضی درخت های نمیتون که قسم که شما گفتین خیسال های زیاد که سرش تیر شد و میده میده دیگه اونمو شاخ های کلان درخت هم دیگه خی پیر میشه از بین میره کنده درخت هم دیگه مجبور خی باز یک نیال دیگه بچون یک عمر زیاد شد ای دریا جان به نظر تنها سر درخت ها و برگای فصلی که کاکا رنگین گفت تاثیر داره یاد چه قسم؟ نه ای حال هوا خدا سر حیوانات تاثیر میکنه.
چه قسم؟ من را بی بی جانم یک تا بزرگ داشتک آلی که بی بی دیسه کدانی بز شده. الله راست میگی ولی آفرین دریا جان. ما که خانه بیادر که بابا کلان جانم رفته بودم اینم یک چوچگه که گوشاله داشته که خورترک بود نه مای عمل نو پیدا شده بود عرف خیزک میداد و روزا که رفتیم خانه چن تو کلان شده بود که ایک پرسان نگو خواهی سر از وام تشتیری داری ها؟ بله نختک جان تغییر در طبیعت سر تمام کائنات چی داره؟ تاثیر داره. تاثیر خدا داره نختک جان. به طور مثال یک طفلک برات میگم. طفل است کلان ترک میشه. چارغوک میکنه و بالاخره راه میره و بالاخره مکتب میره، بالاخره کلان میشه، بالاخره پیر میشه و بالاخره چی میشه نختک جان؟ بالاخره دیگه اون خداوند اوش نمیفهم. نختک جان اینمی خودش تغییر در طبیعت است که یک به طور مثال یک جای خودت میری مثلا ولایت میری یک جای میری یک سال دو سال سه سال اوجا تیر میکنی میایی که در خانه تان یک تفلک شیرخور بوده یک دفعه کلان شده سعی میکنی ایران میبینی او نام خدای چه قدود کلان شد نه اینمی خودش تغییر در طبیعت است خود دوستکای اطفال نازنین کاخ رنگین جان ما خودت دریا جان گفتم دیگه دوستکای ما کدام چسم دیده خدا نمیگن چیزا این حال مامور پرسان میکردم نختک جان خب کی میگه چسم دیده خدا در طبیعت آفرین خودت بیا که دست بالا کدی موجیگه که آفرین بیا قند کاکاش من اینجا که میشینم بر ما بگو آفرین بگو ما یک دونه توتی چوچگک داشتیم حالا که میبینیم شو کلان است هم گپ میتونه زده آفرین اینه میام خودش چی است؟ تغییر طبیعت است دیگه؟ خودت آفرین اینجا در پولی ما بیا بلند بیا جان من یک مرغه خیلیم من یک مرغه من یک مرغه که چوچه خیلیده بیدم بزدر فی یک ما کلان شد حالا ببینی که مرغه کلان شده آفرین های تخمم شاید بتا دیگه شاید دیگه نختک جان خب خودت بیا بیا آفرین دست بالا کدی اینجا یک استاچو اما تو بلند بگه خب ما یک تو دیگر داشته حال که ببینی کلان شده هم کب زدن خب شکت اسم میگم از رفیقه کت یاد گرفتی آفرین علیمه جان بیا که دست بالا کدی خودت بگو ما یک مرغک داشتیم بازو تو تا چی کردن بازو این قنق خطرک پیدا شدن دو تا بودن دو دو نگه بودن و که آلا میبینم کلان کلان شدن آفرین کاکران این جان بله نختک جان کاکران این جان بابا جانم خود یرگوز بر ما درباره همین چهار فصل سال معلومات داد بر ما گفت که نختک جان بچه قندم نواسی گلم یک سال چهار فصل داره که اول فصل بهار می باشه در فصل بهار دیگه بارانک ها می باشه قسمی که پیشتر خودت گفتی باران که می باره سبز اگک ها کم کم سبز میشه درختک ها سگوفه میکنه برگک هایشون گفت تو پنگک ها میکنه بازونم تو از فصل بهار که میده میده میریم سن تابستان باز در تابستان کم کم هوا گرم میشه یکان فصل های دیقانا که بابا جانم هم دیقانی میکنه میرسه مثلا گندم و کچالو و بگیر نمانست این حال که خودت گفتی که فصل خزان است بعد از او باز خزان میه هوا کم کم سرد میشه و اونمو یکان چیزی که فرض مثال طاقت تیره نداره خونکاره کم کم برگای زرد میشه و میریزه باز زمستان است خب میفهمی دیگه خودت نه زمستان دیگه باید آمادگیش پیش از پیش آدم بگیره چوب بگیره زغال بگیره و تفلکای نازنین متوجه باشین که در زمستان خود گرم نگاه کنیم به خاطر چی که خدای ناخواسته مریض نشه و تشکر میکنم از بابا جانت نختک جان که چه خوب یک گپره خودتا گفته بود زمستان هم برم گفت نه گفت در زمستان برف میباره در زمستان برف میشه و یخ میشه و یخ میزنه حتی بسیاری کسا صندلی میمانه بسیاری کسا بخاری میمانه و طفلک ها از مکتب رخصت میشن به خاطر ازی که در آمین خدای نخواسته یخ نزنیشانه مریض نشن کاکو رنگین جان بله؟ انسان هم فس که نمه رقم است خو دیگه که آدم تو چمه باشه کلان میشه جوان میشه بخیر دیگه باز دیگه اونویش بی جانا برسن خدای خیر نمیشه نمیگم این چیست باز دیگه پیر میشه دیگه پیچه صفیت میشن پیر میشن نختک جان و به می شکل دیگه ای خو یک گپ واضح است که طبیعت است دیگه نختک جان بله که بله. نسل به نسل تبدیل شده میره مینه میره قم مثلا بابا کلانای ما بود از بابا کلانای ما را بابا کلانایشان بود که اینه میره قم ازشان نسل به نسل مانده میره و
که خانه رفتی از بابا جانت از طرف من بسیار زیاد یک تشکری خواست. سعید نختک جان سلامت باشی. ما خیمیرم پیش بابا کلان جانم یکان چیز کاری که دوستکان میفهم از چند پرسان کجا میمانه خاص داشتیم دیگه باز خودت میفهمی وقفه ما تو مانده شدیم. بله نختک جان خوب میکنی برو. من یک خواهش میکنم از والدین گرامی، مادرای عزیز، پدرای عزیز، شما کوشش کنین که اطفالتان در باغا جای سرسبز یکم جای ببرین برشان، از تغییر طبیعت برشان عملی مثل که من حالا در سبتک برشان گل ساقه و یار آورده بودم برشان نشان دادم، شما میتونین که در گلبتا در درختا برشان عملا نشان بتین. و دیگه ای که یک وقفه کوتاه داریم، بخش چهارم فراموش نکنین، وقفه میگیریم دوباره زود زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین دوستکای نازنین. تشکر از کاکا رنگین جان که بر ما باش که خود جورم کنم درباره تغییر طبیعت بعضی گپکار گفت و ما را خوب صحیح یاد داد. اینا رو میفهمین بخش چیست؟ از چی علوا؟ خب کاکا رنگین جان؟ بله نختک جان تشکر از خودتان که بسیار زود گپ میگیری و یاد میگیری نختک جان. خیلی اینا شما خودتان گفتین که بخش علواست، میریم قطار الفبا را میبینیم، دوباره باز ما میاییم از تان پرسان میکنیم که سر کدام حرف کار میکنیم. رو سید شما و قطار الفبا. دوستای نازنین قطار الفبا را خود دیده نه؟ بله. نختک جانم تا ایران مانده خدا کنه که خیرت باشه او بچه. یا چرت زده را ایستی که سر کدام حرف کار میکنی؟ تو بر ما بگو خیلی که چرت زده رایی بودی. تو باش پشت کاف چی میایی؟ از اینو پشت کاف فهمه هم دریا جان؟ پشت کاف فهمه هم؟ چی میایی؟ چی میایی؟ گاف 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 آفرین. اما تو بود که چرت زده رایی بودی نختک جان؟ بله 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 جان. بله یادم رفته بود گفتم پشت کاف واش که چی میایه باز جوتی که دوانه دریا جان بریم یادم. آه نه خیری بینه دریا جان که برات گاف. خب اطفال نازنین من یه نشته میکنم. چی؟ گاف. بگو خودت بمی حرف گاف کمی اولی نفر دسته بالا کدی؟ آفرین. اینا گل آفرین. بگو خودت بلند بگو. آفرین کاکا رنگین جان. بله مرا خنک گرفته گاف گرم. گاف امور گرمی نوشته میکنم. گرمی نوشتش که خمار بله. گرفته اینا تو را خنک گرفته گرمی. بگو خودکت گروپ آفرین. خب اینا ای خوشات نه؟ اینا گروپ هم نشته کردیم. سعید گروپ. اینا کی بر من میگه که دوسط کلمه بیا؟ دریا جان بگو زیاد. هار. چی؟ نگرهار. ننگرهار. ننگرهار آفرین. دو تا نون. گافره. هیده چشمه لفره. ننگرهار آفرین. دیگه خب بگو باسد جان خودت. رنگی. آفرین. رنگین آفرین. نه رنگین. دیگه کی میگه؟ خب خودت بگو آفرین قند بچه. غمگین. غمگین آفرین. یک تو رنگ رو نوشته کنی سر میزد. غمگین رنگه آفرین نختک جانه رنگه. خب اینال داخل کلمه که به یکی میگه نام خدا کلتان همه تا خودت بگو گرگ. استاج در جای تایی بلند بگو کلگی بفهمه گرگ. گرگ آفرین. ما بگویم بگو چوچه گرگ. چوچه گرگ آفرین. رنگ گرگ نختک جان. جان امیر فامیل نسازیم اینا رو نشته کنیم بیادرزاده گرگ بچه خاله گرگ که داخلش جور شوه بابا فقط برشون تذکره میگیری تو نمیشه اگه رنگ اینا رنگ گفتی آفرین. خب بگو مریم جان خودت برگ گل. گل آفرین. گل نشته کردیم برگ آفرین. خب در جایتان بشینه نال دیگه من میخوانم از پشت من تکرار کنین. سعیف بله. گاف گل. گاف گل. گاف گیلاس. گاف گیلاس. گاف گرمی. گاف گرمی. گاف گروپ. گاف گروپ. ننگرهار. ننگرهار. رنگین. رنگین. شده غمگین. 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 رنگه. رنگه. گرگ. گرگ. اون ازو گفته نختک جان چوچه گرگ. چوچه گرگ. رنگ. رنگ. برگ. برگ.
آفرین، خوشاباس، ایناله. خودت بیا قنده بچه هایی بر دوستکایت بخوان. عرفایشان جنگ بته برشان خو؟ بخوان. گاف گل، گاف لام گل، گاف گلاس، گاف یالام الفلاس این گلاس، گاف گرمی، گاف ری میمیا گرمی، گاف گروپ، گاف ری واو پی گروپ. اینجا غلط کردی که کاری. آفرین، شاباز گروپ. اینه که متوجه خودت بودی. ابا مو خاطر مانده بودیش خاطر مانده بودم که کی میای اشتباهی مرا میگیره و متوجه درس میباشه. خودت نام خودمتو متوجه درس بودی. اینال دیگه یک جای دیگه هم اشتباه دارم هر کس پیداش کرد میگم سیز. بخوان ننگرهار. ننگرهار جا یک نون دیگه هم میه. آفرین، او رام جور کو اینی رقم. آفرین. خو خو شما دستانه بالا نکنین. یک اشتباه دیگه مدارم یک جای او را برات نمیگم، او را تو خودت اصلاح نکو. ببینین که با دریا جان او را پیدا کرده میتونی یعنی. بخوان، فقط بخوان برشان. ننگرهار، ننگرهار نون نون گافری هده چشمه علف ری ننگرهار. آفرین. رنگین ری نون گافیانون رنگین غمگین. آفرین. غمین گافیانون آفرین. آفرین. غمگین. دیگه شب بخوان. رنگران ری نون گاف هی رنگه گاف ری گر گر چه واو چه هی چوچه هی گاف رام گاف ری گاف گر ری نون گاف رنگ بیره گاف بر. دریا جان خودت زیاد متوجه بودی بل نختک جان مجدورت نش نختم کدام دوشته که ما بود که خواهد خودم معرفی که برش بگو شهزاد. شهزاد جان نام خدا. دریا جان بیا فقط دریا کل تان یاد گرفتین؟ بله. فقط دریا می یک اشتباه دیگه من اینجا دارم به خاطر از این ماندین که کی متوجه است. آفرین دریا بر ما میگه. ما دریا جان اگه پیداش کردی اصلاحش کردی نکردی که دیگه دوستکت بیه. غمگین. چیش کم بوده است؟ کاف. کاف داده میشه گاف بسازش که شبه غمگین. آفرین. امروز من امتحان گرفتم از کلتان نام خدا کلتان همتون متوجه بودین. اینالت یک کار میکنیم خدا کنه. کلگی یاد داره که بخونه؟ بله. کس که یاد نداره دست خدا بالا کنه. نه کلگی یاد داره. خیلی که یک کار میکنیم من برتون کتاب چه میتونم؟ من برم که برانگین جان در خانه نوشته کنیم. برو در خانه نوشته کنیم مقصد متوجه باش که خوب صحیح نوشته کنیم تو مشقی. برتون قلم کتاب چه میتونم از روی تخته تیسز نوشته کنیم صحیح است؟ خود تفلک های نازین کلتون خلاص کردین؟ بله. خب یک نفر از این میز یک نفر از اون میز بیارین بخیر. بیا هوا خودت بیا. آفرین. بیا نصرتان. اینا هوا جان در جایت بیش تدایت میکنم در جایت بیشی. آفرین بانش هم بیشی چقدر مقبول نشته کرد هوا جان در جایت بیشی. آفرین. خب نصرت جان بطه خودت من صدایت میکنم قند کاکاش خو همجا یک باش سر جانم بسیارم تو مقبول زیبا نشته کرده سوسن جان تو هم خلاص کردی. آفرین. مره یا من سوسن. آفرین سوسن جان. دریا جان خلاص کردی خودتام. آفرین دریا چقدر مقبول و مشقی همه تو نشته کرده برو دیگه در جاکت بشی. بیا آفرین اینی آمد سوسن جان حلیمه جان مرا خودت هم کتاب شکت برو در جاکت بشین. نامک چی بود؟ رزوان جان آمین بشار اما تو مقبول نشته کده. آفرین رزوان جان. خب نمیفهم کی نخواه تکم تال خلاص کرده نشته خدا نکده اما تو گو مسید درک نداره
سلام سلام سلام. و علیکم سلام نختک جان. دوستکای نازنین کلتان هم به یک صدا بگوین نخو تک تام نشته کردی یا نه؟ برای من نوشته کردم در بکسه کم قد کدم آندم باز بخیر بعد از برنامه که رنگین جانم نشان میتم بی خیصه ایست نخوتک جان خو نخوتک جان ایناله نوشته خوشا دوستکای ما خواندن بسیار مقبول بقبول نوشته کردن اگه در یادت مانده باشه میگم سعیش که نوبت چی است نوبت چی است؟ شما چو باشین که او را پرسان کردیم خوشا پوره پرسان کردیم نوبت از این که برنامه را جمع بندی کنیم که کرنگیم چی کنیم؟ دیادش نبود دریا تو بگویشه او نشنید وقت دریا بالا کردن حرف است نه دریا جان فامید خو نخوتک جان اینال تو برای من بگو که چی نشته کنم از خاطر کربوز که رنگین جان زیاد ترزمی گل برگ و شاخ و درخت و چیزا زیاد گپ زدی من میگم که یک گلستان نشته کنم گلستان آفرین خو بیا قند کوکش خودت آفرین تو نشه کاکا رنگین که توی ابه پلی نه حرف تیره خو خوشی نه اونجا از پیشم خطا خورده بود من خدا کت خو حرف تیره گفتی دیگه چی؟ الف نون ای الف حرف نونم اینه قندولک بگیره خودت من آفرین تا نوز در بوده لام راسته بگی آفرین اینه خو آفرین اینه تو بخوانین چی نشته شده؟ گلستان گلستان گاف لام سین ت الف نون گلستان خوب بلند کنید کلتان به یک صدا بگوید گلستان گلستان آفرین بیارین دیگه نال حروف بر من شاباز هر کس در جای خود بشینه اینه هر کس در جای خود بشینه شاباز خو دریا جان برای ما گفته میتونی که امروز در برنامه چی یاد گرفتی؟ محمد شاه هم پرسان کنی یک ذریعه سعید محمد شاه هم میگم ما یاد گرفتیم که چه قسم چبلی کباب چگار کنیم دیگه ما عرف گاف یاد گرفتیم دیگه ما یاد از یاد گرفتیم که چه قسم در وقتی که کسی کمک کار داره کمکشان کنیم وقتی کسی دستور میتا چه قسم پیروی کنیم آفرین دگه در جاکت بشی شاباز خو محمد چجان خودت بگو ما یاد گرفتیم که چبلی کباب چه قسم پخته میشه دگه ما یاد گرفتیم تعریف خود ما را نکنیم آفرین دگه یاد گرفتیم که در حرف گاف ما بگویم کوکرنگین جان بیشی در جاکت بگو نخوتک جان کوکرنگین جان ما دم شروع یاد گرفتیم که از دستور عمل بی بی جان و بابا جان خود چه قسم پیروی کنیم دگه ای که از اونو دگه ممتن دگه نخوتک جان یاد گرفتیم از پسک خود نمایی نکنیم دگه اون که کاشپز آمد چبلی کباب یاد ما داد دیگه از دستور عمل چه رقم طبیعت که چه قسم تاثیر میکنه دیگه کی که طبیعت چی تغییرات سر ما میاره ایره یاد گرفتیم و دیگه تشکر میکنم از اطفال نازنین که حوصله کردن و شیشتن و در برنامه بسیار گپا رو یاد گرفتن بله. و کسایی که ما را تا این لحظه بیننده بودن تشکر میکنم ازشان همیشه برنامه خودتان بیننده باشین چیزهای بسیار خوب خوب یاد بگیرین تفلکای نازنین کلتان در پیشروی میز ما بین نختک جان اگه اجازت باشه دیگه که اجازت وقت اجازت. کم از خدافیزی کنیم کل ما اونو جوانو اونو جوانو کل ما یک جای میگیم تا برنامه دیگه خداحافظتان تا برنامه دیگه خداحافظتان خداحافظتان خداحافظتان